دوستان عزیز سلام، یکی از تمایز های مهم ما گرایش به سمت ویدیو و پادکست هست که در تمام شعارهایی هم که دادیم در رو نسبت به این قضیه اطلاع دادیم. اخیرا تصمیم گرفتیم که در مورد مسائل و سوالاتی که مخاطبین ما دارن در تورنتو کانادا، ما از اساتید کارشناسان و خبره های اون موضوع دعوت بکنیم که تشریف بیارن، افتخار به ما بدن و سوالاتی که در این زمینه ها ما دریافت کردیم رو پاسخ بدن. امروز من خیلی خوشحال هستم خدمت آقای دکتر افشین یزدانی، وکیل پایه یک دادگستری و وکیل مهاجرت هستیم و سوالاتی در مورد مهاجرت از ایشون خواهیم داشت. من قبل از اینکه ادامه صحبت بدم از خود جناب دکتر خواهش میکنم که یه مقدار خودش رو معرفی بفرمایید تا ما وارد بحث بشیم و سوالات. سلام جناب نصیری عزیز، خوشحالم که در خدمتتون هستم تو این برنامه. خیلی سوالا زحمت کشیدید، میدونم کار بسیار سختیه. بیزینس هایی که عملا نان پروفیت هستن و دنبال آمال منفعه هستن به نوعی، بیزینس های فرهنگی همیشه ولی اینکه منفعتی هم توش باشه به نظر من آمال منفعه محسوب میشن. بله ممنون. واقعیت هدف اصلی اون اشاعه فرهنگ درست هست و کار فرهنگی هست و تبریک میگم بهتون. امیدوار هستم که منم بتونم به عنوان یک عضو کوچیکی از این جامعه نقش مثبتی تو این زمینه داشته باشم. عارضم به حضورتون، همونطوری که خودتون اشراف دارین، بله من افشین یزدانی هستم، کلمه دکترم که دوستان میگن از ایران با ما اومده. من خواستم این شفاف سازی بکنم، من بله مدرک دارم، پی اچ دی لا دارم، ولی در کانادا مجبور شدم دوباره درس بخونم و اون چیزی که در کانادا خوندیم یک مدرک معادل جوریس داکتره به اضافه یک مدرک تخصص در واقع ماستر دیگری این پروفشنال در واقع کانادین کامن لا هست که در واقع میشه فوق لیسانس تخصصی حقوق کانادا. در واقع بر اساسش ما تونستیم وکیل بشیم در کانادا. حالا دوستان لطف دارن، خب یکی به ما میگه استاد، یکی میگه دکتر، همشو بودیم یه روزی، ولی تو کانادا من دکتر نیستم و استاد دانشگاه هم نیستم، بودم سابقا، چون خودم خیلی به قول معروف یه جورایی سعی میکنم یه سمبولی درست بکنیم تو جامعه، از کار درست، معرفی درست، جلوی خلاف بگیریم، ادعاهای غلط رو جلوشو بگیریم، خودمون نمیتونیم شروع اون قضیه باشیم، چون دوستان هستن متاسفانه فرض پی اچ دی حقوق ندارن ولی خودشون رو دکتر معرفی میکنن و دکتر ادبیات داره خودشو مثلا دکتر فلان تو مامور مهاجرت معرفی میکنه. اینا یکی از مسائلی هستش که دوست دارم یه روزی انشالله این مشکلات برطرف بشه و دلیلی هم نداره. برای اینکه کسی یک آدم خوبی باشه نیاز نیست 10 تا مدرک با خودش داشته باشه و کافیه که تو کار خودش خبره باشه و بتونه کار رسالت رو درست انجام بده. بسیار عالی آقای، خیلی ممنون. حالا باز من تکرار کردم دکتر درخشید. ما در قصد داریم که در این برنامه دسته‌بندی سوالاتمون راجع به ویزای استیودنت هست، ویزای دانشجویی هست، چون سوالات در این زمینه خیلی زیاد هستش و ما بحث سوالاتی رو دریافت کردیم و البته بیشتر از این هم خواهد شد. امروز ما فقط یک ورود میکنیم به این داستان که شما فقط یک توضیحات کلی راجع به وضعیت فعلی ویزاهایی که برای استیودنت صادر میشه و با تاکید بر دانشجوها و دخترای ایرانی، آیا صحبت را بجبه این وضعیه؟ بله 100%. خدمتون عرضم که ببینید ویزای تحصیلی در کانادا قاعدتا دو دسته هستن.
یه دسته از ویزای تحصیلی است برای minor child and در واقع بچه‌هایی هستن که زیر 18 سال. تو آنتاریو زیر 18 سالن، در بی سی زیر 19 سال. اینا نیاز به گاردین دارن، برای ادامه تحصیل میان معمولا توی دبیرستان و یا گریدهای پایین‌تر. و توی این دسته معمولا پروسه و گرفتن ویزا آسان‌تره و ساکسس ریت و موفقیت پرونده ها بیشتره، به خاطر اینکه معمولا یه گاردین کانادایی توش هست که سرپرست اون فرد میشه و در این حال عواملی مثل پرسونال استیتمنت یا آیلز اینجور چیزا زیاد توش نقش نداره. وقتی شما یه دانشجویی مثلا سن 22 سال 25 سال یا هر سنی برای تحصیل در دانشگاه میخواد بیاد، باید انگیزه تحصیل خودشو ثابت کنه. یه بچه نیازی به ثابت کردن انگیزه تحصیل نداره، متوجه این؟ بنابراین به نسبت اون روش، روش ساده تری هست برای گرفتن ویزای تحصیلی، ولی برای استودنت های عادی در حال حاضر که خب وضعیت جالبی اصلا نیست، به خاطر اینکه کسایی که از تا 18 مارچ ویزای تحصیلی گرفته بودن حق ورود به کانادا رو دارن، از 18 مارچ به بعد اصلا اجازه ورود فعلا ندارن، به خاطر اینکه آموزش ها به صورت آنلاین شده. اداره مهاجرت یه پروسه دو مرحله‌ای رو پیش بینی کرده، یه مجوز در واقع اپرووال اولیه که با اون فرد میتونه شروع به تحصیل آنلاین بکنه و بعد اپرووال نهایی که در واقع بر اساسش میتونه وارد کانادا بشه. این هم چیزی هستش که بر اساس این مسئله کووید 19 این پالیسی رو پیش بینی کردن. ما از کسایی بودیم که همیشه من صحبتش کردم، گفتم که شما اگر تحصیل آنلاین بکنی انگیزه تحصیل خودت رو راحت‌تر ثابت می‌کنی، در نتیجه تحصیل آنلاین شاید از لحاظ هزینه‌ای میک سنس نکنه، شاید از لحاظ اینکه شما بیای بگی که خب من می‌خواستم بیام کانادا حالا که نمیتونم بیام آنلاین چه به دردم می‌خوره اینا، ولی واقعیت اینه که شما استیودنت انگیزه تحصیل کردنش در کانادا شرط اصلی ویزای تحصیلیه، بنابراین با تحصیل آنلاین میتونید تأثیر مثبت رو پروندهش بذاره و توصیه میکنم این کار رو بکنه که در اون صورت شانس موفقیت پروندهش هم بسیار میره بالا. حالا جالبی که اتفاق افتادی که ما این حرف رو زدیم جواب نصیری، خیلی جالبه، من بارها و بارها یه چیزی رو اومدم خودم به ذهنم رسیده شروع کردم حرفش زدن با دوستان بچه‌هایی که تو کار وکاله امور مهاجرتی هستن، خانم‌ها و آقایون وکیل کهنه کار کانادایی، بعد این باور کنین رسیده به گوش پارلمان و اداره مهاجرت و بعد بر اساسش یه پالیسی درست شده. خیلی جالبه، یعنی خیلی جالبه، چون من زمانی که حرف از تحصیل آنلاین زدم هیچ کسی چی نمیدونست، همه میگفتن این آقای یزدانی داره یه چیزی میگه و اصلا معلوم نیست و من باورم نمیشه این حرفا. و این یکی از مشاورین مهاجرتی با تجربه از ونکوور خودش به من گفت، گفتش که آره اون موقع که ما این شما این تبلیغ رو دادی تو کانال تلویزیون جم، ما گفتیم که این شدنی نیست، یه تبلیغ کاذبه، و بعد امروز میبینیم که قانونش هم اومده که آنلاین درس بخونین، بعدا نمیدونم مرحله ویزاتون هم دو مرحله‌ای باشه. این مسئله، این مسئله سابقا روی بحث ویزای کارم به وجود اومد، یعنی 4 سال پیش من وقتی ویزای کاری رو تو گروه اینترا کمپانی ترانسفری ثبت شعبه ایجاد کردم، همه گفتن نه همچی چیزی نیست، این هم محاله بتونه پی آر بگیره. بعد ما اومدیم گفتیم نه میشه و اینها. جالب بود 2 سال بعدش تو پروگرام داخل الان سایت اداره مهاجرت بریم میگه که کسایی که با ویزای کار از طریق اینترنشنال موبیلیتی پروگرام یا همین آی سی تی اومدن میتونن تقاضای پی آر بدن، و خیلی جالبه این منطقی که در واقع این ادامه پیدا میکنه و یه موقعی به قول معروف به خودمون قره میشیم که داریم یه کارایی میکنیم که بعدن حالا یا با یه عده هم فکریم یا یه چیزی میشه یه بعدن قانونش با کار ما رو تایید میکنه. بله ما رو یه مرحله قانونگذار جلوتر داریم حرکت میکنیم. خب باشم جایی هستندی حالا چون که این صحبت کردی رو که سال بعدی من بود،
ولی آیا واقعا کسی که اینجا درس خونده به راحتی میتونه پیار بگیره؟ عرضم به حضور شما جناب نصیر، توی پرونده استودنت ویزا یا اینترنشنال استودنتی که میاد تو کانادا شروع میکنه درس خوندن، حسنی که کشور داره به نسبت هر کشور دیگه اینه که پروسه رسیدن به اقامت دائمش براش پیشبینی شده است. نه اینکه کار ساده‌ای باشه، ولی حداقل پلتفرمش مشخصه. یعنی شما باید یه رودمپ مشخصی رو دنبال بکنی برسی به نتیجه. این رودمپ رو چجوری پیش بینی کردن؟ از طریق‌های مختلفی. یکی از این طریق‌ها نامینیشن‌های استانی هست. یعنی شما وقتی ویزای تحصیلی میگیری سعی کن از استانی بگیری که اون استان خودش پروگرام نامینیشن داره برای فارغ التحصیلای خودش. یعنی ما تو اسکیل کاتگوری هایی که استان ها دارن، بعضی از استان ها میان میگن اگه شما از دانشگاه یا مرکز آموزشی من فارغ التحصیل بشی، من به شما نامینیشن میدم. پس بعد حواستون باشه که این حتما این اتفاق افتاده باشه. یه سولوشن هست. یه سولوشن دیگه برای اینا این هستش که خب بعد از فارغ التحصیلی بیان تقاضای ویزای کار بکنن که بهش میگن after graduation work permit، و بعد یک سال سابقه کار پیدا بکنن تو کانادا منطبق با رشته تحصیلیشون، بعد به عنوان Canadian experience class تقاضای PR کنن. بنابراین دو تا پلتفرم مشخصی وجود داره برای این دسته از دوستان. یک چیز دیگه ای که جدیداً اتفاق افتاده، دو سه تا از استان‌ها اومدن در کانادا این کار رو انجام دادن، آوردن یه پروگرام کارآفرینی جوانان درست کردن، یان پرو در واقع انترپرنور. اینا یانگ انترپرنورها کیان؟ فارغ التحصیل شده، کسی نمیتونه بهش کار بده ولی خودش میتونه کار را بندازه. بعد استان میگه بیا از طریق بیزینس کاتگوری تقاضای نامینیشن و پی آر کن. و به هر حال من همیشه گفتم دانشجویی بهترین راست برای ویزای تحصیلی، ولی باید توجه داشته باشن اولا گرفتن اون ویزا کار راحتی نیست، دوم قضیه بیای وارد کانادا بشی بری تو تیم هورتون کار بکنی، نه، رشته تحصیلیت باید با سابقه کارت انطباق و مرتبط ارتباط مستقیم داشته باشه. پروسه عمومی به اصطلاح گرفتن ویزا رو هم باید داشته باشن، مثلا باز باید به اصطلاح آیلتسشون رو ثابت بکنن و این تیپ چیزهایی که لازم هست. ما در اکسپرس انتری 3-4 تا کاتگوری داریم، یکیش فدرال اسکیل ورکر هست، یکیش کنیدین اکسپرینس کلاس هست، یکیش عرضم به حضور شما فدرال اسکیل ترید ورکر هست، یه سری هم هست نامینیشن های استانی هست، پی ام پی بهشون میگن. هر کدوم اینا شرط و شروط های خاص خودشو داره. به طور مثال تو کنیدین اکسپیرینس کلاس شما نیاز نیست حتما آیلتس داشته باشی 6 مثلا، حتما حتما، ولی اتفاقی که میفته اگر نداشته باشی امتیازش رو از دست میدی. در واقع کنیدین اکسپیرینس کلاس ملاک الیجیبیلیتی شیه، یعنی که دارندگان تجربه کار در کانادا، ورک پرمیت داشته باشی، آفر آف ایمپلویمنت از کانادایی تو کانادا کار کرده باشی و آفرش داشته باشی، یه سال حداقل ازش گذشته باشه، شما در به تحت این شرایط الیجیبل کنیدین اکسپرینس کلاس هستی. ولی تو اکسپرینس انتری وقتی وارد میشه فرد، یه امتیاز، سیستم امتیاز بندی داره، به اصطلاح میگن A plus B plus C plus D. بعد این جمع امتیازش که 1200 امتیاز هست، مینیموم اونایی که 467 امتیاز میگن میتونن برن روی اپلای پی آر. بنابراین شما میتونی با 67 امتیاز به عنوان فدرال اسکیل ورکر بری تو اکسپرس انتری، ولی امتیازت در کل به عددی نرسه که بتونی تقاضای اینویتیشن تو اپلای دریافت کنی. بنابراین اون یه سری فرمولای داخلی خودشو 100% داره. خیلی ممنون. حالا اگه اجازه بدیم با توجه به اینکه وقت بودم کم به شما سعی میکنیم که بیش از 15 دقیقه نشه. حالا اون بخشی که مربوط میشه به کسایی که میخوان بیان، حالا اینا که شما فرمودید اونایی هستن که در واقع اینجا گرفتن و حالا تبدیلش به پی آر چگونه بود، شما چه
رهنمودی دارید به کسایی که الان تازه میخوان شروع بکنن و میخوان درخواست بدن برای ویزای دانشجویی، هم از بعد دانشگاه؟ همون چیزی که جناب نصیری خدمتتون عرض کردم، حتما پلتفرم و رودمپ پیارشون رو از الان پیش بینی کنن چی هست و استانی رو انتخاب کنن برای تحصیل که رودمپ مشخصی برای گرفتن نامینیشن و تقاضای پیار داشته باشه. اصلا خیلی وقت شما همینه. یادم بیاد که شما در یکی از صحبتاتون راجع به ارزم به حضورتون که استادی پلن گفته بودید که این خیلی روش تاکید داشتید. این میشه برای دوستانی که آشنایی ندارن و تازه میخوان شروع کنن، همین رودمپی میشه شما نفر بودید فکر میکنن. بله. من متاسفانه صداتون رو واضح نشیدم، سوالتون رو یه بار دیگه مرحمت میکنیم. بعد عرض کردم که اگر ممکنه یه قدر راجع به استادی پلن صحبت بفرمایید که در مورد فکر میکنم که همون به سر رودمپی هست که شما فرمودید که این شاخصای مهمش رو بله. دوستانی که الان میخوان شروع کنن در مورد بفرمایید. ببینید استادی پلن داستانش این هستش که شما در استادی پلن بعد سه تا موضوع رو طرف مشخص بکنه. استادی پلن یکی از چیزهایی هستش که اداره مهاجرت معمولاً پایه رفیوزال میشه، یعنی شما پلنت مشخص نیست برای تحصیلت در کانادا. سه تا موضوع هست، یکی این که باید طرف ثابت بکنه کی هست اصلا، یا تعریف میکنه خودش، میگه من این هستم، تحصیلاتم این هست، سابقه کارم این هست، اعضای خانوادم این شکلی هستن، وابستگیام این هست، همه چی از خودش میگه. موضوع دوم میاد میگه خب حالا انگیزه تحصیل من چیه اصلا، برای چی میخوام بیام کارادو درس بخونم. افسر اداره مهاجرت میاد از شما میپرسه که خب شما که 17 هزار تومان داری برای هر دلاری میدی، میتونستی بشینی کارا ایران درس بخونی، انگیزه تحصیل چیه؟ شما انگیزه تحصیل نداری، پس شما دنبال این هستی که اقامت دائم بگیری بیا اینجا بگیری. که ما از لحاظ فنی اینو به عنوان وکالتی بهش میگن دوال اینتنت، یعنی میتونه دانشجو ثابت بکنه که انگیزه تحصیل داره و نهایتا قصدش اینه که پیار بگیره. پس این بایستی تو استادی پلانش صحبتش مشخص بشه، نه اینکه من میخوام اینجا بیام درس بخونم فقط و پس فردام پا میشم میرم. باید از توجیه بشه که این همه پول داری خرج میکنی، میخوای دنبال چی باشی، چه چیزی رو برسی. موضوع سومش هم این هستش که خب در ادامه جریان دو، در واقع از وارد موضوع سه نشیم، بحث سر این هستش که شما حالا برای چی این دانشگاه یا مرکز آموزشی به خصوص رو انتخاب کردی. به طور مثال که در واقع طرف میاد صحبت میکنه که خب بله مثلا من یو آفتی رو انتخاب کردم چون رنکینگش بهترینه تو کانادا، یا رشته دانشگاه فلان انتخاب کردم به خاطر اینکه رشته تحصیلی خاصی داره، یا ایرونی توش داره، اصلا رفیق من اونجا داره درس میخونه، نزدیک خونه خالم هست، میتونم برم پیش خالم زندگی کنم، از این جور مسائل. بنابراین اون موضوعی هست که باید ثابت بشه. موضوع آخری که باید ایشون باید تو استادی پلنش بیاره اینه که پولش از کجا داره میاره و چه تحقیقاتی کرده در مورد هزینه هاش. بنابراین این مسائل رو بایستی ثابت بشه و معمولا استادی پلن یه چیزی هستش که توصیه میکنم توش غلط و غلوط املایی داشته باشید، به خاطر اینکه شما سطح زبانتون قاعدتا اون لولی نیستش که ایراداتی نداشته باشه، گرامرش عالی باشه، هیچ مشکلی نداشته باشه، برای اینکه غیر عادی به نظر میرسه. بنابراین ما جناب نصیری، شاید من الان در مورد پرونده های ویزای تحصیلی تو آفیسمون خیلی دیگه کار نمی کنیم، به خاطر اینکه بر من چون حساسیت کارم بالاست و دوست دارم یه کار عالی انجام بدم، باورتون نمیشه من از موکل اومدم $7,000 حق و زحمه گرفتم، $10,000 خرج پرونده کردم، یعنی منفی هم عملا. خرج پرونده به چه معنی؟ به معنی این که حقوق دادم، وقت گذاشتم رو پرونده، امپلویی حالا کارمندی که بوده خودش وکیل یا مشاوره رو پرونده وقت گذاشته، ساعتی بهش از این. به هر حال من دیگه این زیاد تو این مسئله به خصوص به خاطر وضعیتی که اداره مهاجرت داره رو ویزای تحصیلی امروز، چون متاسفانه حدود 30-40% دانشجویی که میان اینجا تحصیلشون رو راه‌های دیگه‌ای رو میرن،
درس نمیخونن، مرخصی میگیرن، کار میکنن، رفیوجی میشن، داستانهای مختلفی رو دنبال میکنن و متاسفانه اون رودمپی که گفتم رو دنبال نمیکنن و فکر میکنن که این شورتکاتی که بزنیم میانباره ما رو میرسونه پیار، بریم رفیوجی شیم، بریم فلان کنیم، بریم جاب آفر بخریم. اینا اصلا نیست. سعی کنین تو کانادا افکارتون رو کانادایی کنین. تو کانادا هیچ چیزی رو بی خود نذاشتن برای کسی. من روزی که وارد کانادا شدم خودم یه رودمپ استادی داشتم دیگه. درسته من پیار با در واقع اسکیل ورکر کبک اومدم، ولی حقیقتش شما تو جریان هستین که من دوباره درس خوندم اینجا. هفت سال دوباره درس خوندم. این هفت سال دوباره درس خوندن کار ساده‌ای نبوده و به هر حال کاری بوده که باید انجام میدادم و انجام دادم. و آیا نمیتونستم چون پیارم بودم، پرمننت رزیدنت هم بودم، میتونستم کار دیگه بکنم؟ مازاده برین نمیدونم بهتون گفتم یا نه، من قبل از اینکه وکیل شم مشاور مهاجرتی عضو ICCRC بودم و برای اونم لایسنس گرفتم و اینا. برای تحصیل برای من سرم درد میکنه برای درس خوندن. همین الانم اگه ولم کنن دوباره میرم میخونم یه چیز دیگه میخونم. و چیزی که وجود داره اینه که تشویق میکنم همه متخصصا این کارو بکنن. بنابراین حواستون باشه، بله رودمپ رو باید درست پیش بینی کنین، میک سنس کنه، افسر هم به شما ویزا رو میده. بسیار واقعا این بحثی شما میکنید در ارتباط با کارآفرینان هم واقعا همینطوره، چون وقتی که کسی که یه کاری رو میخواد انجام بده رودمپ خودش رو باید داشته باشه که بتونه به اون اهدافی برسه. البته اینو از این نظر عرض میکنم، تو شما اول یه اشاره به کارآفرینان گروه کردید که من میخواستم یه جوری این رو متصل کنم که آخرش بهتون بگم. اون یک سازمان جداگانه‌ای هستش که ما فقط به صورت ارزم بزرگ نان پروفیت داره میگردونیم و به صورت این مجموعه هم مجموعه هستش که مجله است و همونطور که فرمودید کار فرهنگی انجام میدیم و دوست داریم که این گونه اطلاعاتی که شما فرمودید رو با همین صداقت، یعنی واقعا این بحث رسمی نبود، بحث کاملا دوستانه بود و شما هم کاملا مشخص بود که از ته دل در واقع به این سوالات جواب بدید. من چون که محدودیت زمانی داریم فعلا من از حضورتون اجازه میخوام که برنامه رو فعلا همینجا قطع بکنیم و انشالله در دور بعد یه مقداری بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنیم و بعد میتونیم بیاییم روی بحث‌های دیگه مثل استارتاپ ویزا و بقیه انواع ویزایی که هست. خیلی ممنونم جناب یزدانی عزیز. خوشحال میشم در خدمتتون هستم. وکیل و همراه مهاجرتی و تجاری شما از ایران تا کانادا. وای ال